ادهی در مجلس نشستن گفتن که آقا تعطیلات خیلی زیاده ضرر به اقتصاد مملکت میخوره چه کنیم؟ روز شهادت حضرت زهرا رو حذف کنیم از تعطیلی ها تا این وحید التیماتون دادن به اون عده بعد ببینید همین ها خواهند آمد بگن که آقا روز سیزده بدر که آین از خواب رسته یه قوم مطرود ملعونی که قرآن رسما اعلام کرده که بر اینها عذاب نازل شد چرا این روز باید تعطیل رسمی باشه نه اینجا تاریخ تمدن فرهنگ ایرانی ده هزار ساله ماست ده هزار سال ننگ ده هزار سال خرافه پرستی در این روزها که در هر کشور مسلمانی در این قرن جدید که جهان به سوی دنیای متاورس و ماورا طبیعه به سرعت در حال پیشرویه ماه رمضان هم کم کم از حال هوای گذشته در اومده و اگر کسی هم بر سر اعتقاداتش پای بنده کاری به کار دیگران نداره و به اعتقاد بقیه افراد جامعه احترام میذاره در ایران دادستان کل کشور از نیروی انتظامی خواسته با روزخاری حتی در خودرو هم برخورد شه. محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور در نامه‌ای به فرمانده نیروی انتظامی خواستار برخورد با روزخاری شده و گفته روزخاری در خود رو هم مشمول برخورد قانونی خواهد بود. دادستان متحجر کل کشور در ایران در نامه‌ای به حسین اشتری فرمانده کل نیروی انتظامی تاکید کرده روزخاری جرم مشهوده و با اون برخورد خواهد شد. او نوشته از اونجا که اتومبیل حریم خصوصی تلقی نمیشه، تظاهر به روزخاری در خود رو هم مشمول برخورد قانونیه. منتظری تاکید کرده دادستان های سراسر کشور موظف به همکاری و حمایت از آمرین به معروف هم هستند. در ایران هر سال به مناسبت ماه رمضان طرح سراسری برخورد با روزخاری اجرا میشه و صدها نفر بازداشت و هزاران واحد سنفی پلمپ میشن. همچنین در برخی از سالها مقام های قوه قضایی از اجرای حکم های احمقانه برای هزاران نفر به اتهام روز خاری خبر دادند. بر اساس قانون مجازات اسلامی هر کس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به روز خاری کنه به حبس از ده روز تا دو ماه و یا احکام جدیتر محکوم خواهد شد از طرفی روزهای اولیه ماه رمضان در ایران مصادف شده با روزی که شیطان بزرگ وارد ایران شد روزی که چهار دهه پیش به نام جمهوری اسلامی نه یک حرف زیادتر و نه یک حرف کمتر نامگذاری شد روزی که در تقویم حکومت اسلامی نام جمهوری اسلامی ثبت شد رو میشه آغاز انحراف در مسیر رشد و توسعه و جمهوریت در ایران دونست. در روزهای نخست پیروزی انقلاب 57 تصور گروه های مختلف سیاسی و عموم مردم از نتیجه کار نظام جدید با اون چیزی که کمتر از دو سال بعد اتفاق افتاد کاملا متفاوت بود. اگرچه به نظر می رسید تمام این گروه ها بر ساختار مبتنی بر جمهوری توافق نظر دارند این عنوان عملا با تصمیم روح الله خمینی ملعون و یارانش انتخاب شد و مردم بعدا تنها برای تایید اون پای صندوق های رای رفتن. پیش از این قرار بود گروه های مختلف اسم های مختلفی رو پیشنهاد کنند و از بین اونا انتخابی صورت بگیره اما رهبر نظام متحجر جمهوری اسلامی طی دستوری سراحتا اعلام کرد رفراندوم برای یک عنوان انجام خواهد شد او تاکید کرد اون چه ملت ما میخوان جمهوری اسلامی نه جمهوری دموکراتیک و نه جمهوری دموکراتیک اسلامی در اون روز ظاهرا برای مردمی که هنوز سرمسته انقلاب بودن حضور اسم جمهوری در این عنوان کفایت می کرد. مردم با شنیدن شعارهای انقلابیون در مورد رهبری مستضعفان بر جامعه و همینطور آزادی و استقلال فکر می آینده ایران همچون کشورهای پیشرفته جهان خواهد شد و قرار حکومتی مستقل از شرق و غرب جامعی مرفه و برخوردار بسازه که نمونه هم نداشته باشه بر اساس اسناد تاریخی مشخص شده که در اساسنامه شورای انقلاب که به تصویب روح الله خمینی هم رسید بنا بود عبارت جمهوری دموکراتیک اسلامی در توصیف ساختار حکومت استفاده شد. ولی با فشار یاران نزدیک خمینی او در چرخشی آشکار با اون مخالفت کرد و در سخنانی گفت اونهایی که میخوان کلمه دموکراتیکو به این عبارت اضافه کنن قرب زدگانیان یعنی که نمیفهمند چی میگن در سالهای بعد هم با اضافه شدن مفهوم ولایت مطلقه فقیه به قانون اساسی و تبدیل نهاد روحانیت به قدرت بی همتا در همه ارکان حاکمیت هر بار مردم به نادیده گرفته شدن حقوق فردی و آزادی های اجتماعیشون اعتراض کردن پاسخ حکومت رأی روز 12 فروردین 1358 به عبارت جمهوری اسلامی بود. در جلسات خبرگان قانون اساسی هم وقتی برخی افراد از تغییر مفهوم جمهوریت در قانون ابراز نگرانی کردن چهرههایی مثل بهشتی، رفسنجانی، منتظری و روحانیون همسو با روح الله خمینی پاسخ دادن جمهوری اسلامی که مردم به اون رأی دادن به تعریف جمهوری در جوامع دیگر ربطی نداره به هر حال با این اوصافی که در مملکت و تحت حاکمیت جمهوری کثیف اسلامی در ایران میبینیم با مرور کارنامه رژیم دیکتاتور جمهوری اسلامی بیش از پیش این سخن مشهور به یاد میاد که این انقلاب پاها بود نه مغزها ولی بهتون بگم بدترین لطمه که حکومت به ما زده از بین رفتن فرهنگه این فرهنگ سازی شاید مهمترین کاره و اینجا میخواهم اشاره بکنم به نقش بسیار کلیدی که معلمان در کشور ما دارن چون خارج از محیط خانواده که پدر و مادرها هستن معلمانی هستن که یه عمری میذارن که بچه ها و نسل و بعدی رو تربیت بکنن که خوشبختانه صداشون امروز کاملا شنیده میشه این اولین صف مقابله برای تغییر و جا انداختن این فرهنگ سازی به دوش روشنفکران و به صلاح فرهیختگان هست و به خصوص آموزگاران و معلمین که شاید در جبه مقدم این وضعیت قرار خواهند داشت و همطور البته رسانه ها که از نظر آگاهی رسانی و به هر حال ما تو دنیای اطلاعات زندگی می بیشتر همیهنانمون با اتصال خودشون به دنیا میتونن بفهمند که کجا چی میگذره و چه چی چیزی رو میشه در ایران هم به اجرا گذاشت که به نفع کشورمون باشه بنابراین با بودن ارتباطات وسیع و البته اینترنتی که باید رایگان در با اختیار همگی قرار بگیره چون به نفع کشورمون هست که عقب نمونیم از نظر ارتباطات و تکنولوژی تمام این فاکتورها با سیاست درست دولت های آینده میتونه زمینه رو برای این بازگشت هرچه سریعتر به جبران این عقب ماندگی که به ششاره کردید به وجود درود بر شما سپاسگزاریم از اینکه ما را همراهی میکنید. با سابسکرایب کردن و فشردن زنگوله به بقیه هموطنان برای شنیدن این خبر کمک کنید.